طالبان، حامد کرزی، عبدالله و مسلمیار غنایم جنگیند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: طالبان، حامد کرزی، عبدالله و مسلمیار غنایم جنگیند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در 25 اقرب در یک سخنرانی حامد کرزی، دکتر عبدالله و فضل هادی مسلمیار را مجرمان بزرگ خواند که اکنون از سوی طالبان عفو شده و محافظت می شوند. حنفی گفت: آیا مجرمین بزرگتر از کرزی، عبدالله و مسلمیار وجود دارد؟ امارات اسلامی از آنها حفاظت می کند ولی از دیگران نمی کند. سوانح تمام اینها به ما معلوم است. وی گفت: با همه محاسبه خواهد شد. اما چه علت بود که 3 ماه بعد رئیس یک اداره ترسناک طالبان این 3 نفر را مجرمان بزرگان یا معاصیان کبیره لقب داده است؟ نگاه طالبان عوض شده است. منبع خاص در کابل اطلاع داد که در میان سردسته های شبکه حقانی، کرزی و عبدالله و مسلمیار غنایم جنگی حساب می شوند. لحن جدی حکومت اماراتی درباره این 3 نفر به دام افتاده. بعد از دیدار مقامات طالبان با سفیر روسیه، وزیر خارجه قطر و کاظمی نماینده ویژه ایران مشخص شده است. 3 مقام روسیه، قطر و ایران از طالبان خواسته بودند که به عبدالله و کرزی اجازه دهند که از کشور خارج شوند، اما طالبان رد کرده و گفتند که این 3 نفر جزء اسیران جنگی در نزد آنان هستند و حصر خانگیشان نیز دوام میکند. حامد کرزی نسبت به عبدالله مسلمیار بیشتر باید از این موضع گیری طالبان شوکه شده باشد. به نظر می رسد که خواب و خوراک برای هر 3 نفر حرام شده است، خصوصا حامد کرزی که دار و ندار جمهوری و دستاوردهای کشور را به پای طالبان ریخته است. کرزی با لحن نرم طالبان را به وحدت ملی، اتحاد و اتفاق تشویق کرده است. برخورد حقانی ها شوخی نیست و علنی سازی این مسئله فیصله رهبران طالب است و نه یک مقام درجه 2 بدون دستور و فیصله چنین سخنی بر زبان نمی آورد. دستور اکید به حبس خانگی کرزی، عبدالله یک زنگ خطر است. این در حال است که دوچوله آلمان می نویسد: آیا کرزی و عبدالله در کابل زیر نظارت طالبان قرار دارند؟ اظهارات اخیر یک مقام طالبان در مورد حامد کرزی و عبدالله سوالهایی را در مورد وضعیت زندگی آنها در کابل ایجاد کرده است. منابع نزدیک به دوچوله گفتند که این 2 شخصیت سیاسی به نوعی زیر نظارت طالبان قرار دارند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اخیرا در یک سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور ازبک، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت قبلی و فضل هادی مسلمیار رئیس مجران جرگه پیشین را جنایتکاران بزرگ خواند و گفت که با آن هم این چهره های حکومت های قبلی عفو شده و از آنها محافظت می شود. این اظهارات شک و گمان هایی را در مورد نحوه برخورد طالبان با مقام های حکومت پیشین و وضعیت زندگی آنها ایجاد کرده است. منابع نزدیک به عبدالله و دوچوله تایید کردند که محدودیت ها به این شخصیت سیاسی با گذشت هر روز بیشتر می شود. هرچند حامد کرزی و دکتر عبدالله هر از گاهی با برخی از نمایندگان کشورهای خارجی دیدار می کنند، اما دیدارهای مردمی آنها بسیار محدود شده است. پیش از سقوط کابل به دست طالبان، دفتر حامد کرزی تقریبا همه روزه میزبان دیپلمات ها، رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان اقشار مختلف افغانستان بود. به حدی که برخی ها میگفتند رفت آمد دیپلمات ها به دفتر کرزی بیشتر از مراجعه آنها به ارگ ریاست جمهوری است. گروه طالبان وقتی بار اول در دهه 90 کابل را تصرف کردند، دکتر نجیب الله رئیس جمهور از بق افغانستان را به دار آویختند. رفتار آن زمان این گروه همه را در روز سقوط کابل وحشت زده کرده بود. بسیاری مقامات سابق حکومت به میدان هوایی کابل رفتند و از همان مسیر افغانستان را ترک کردند. حامد کرزی ساعت پس از سقوط کابل با نشر یک پیام ویدیویی که فرزندانش نیز در کنارش حضور داشتند، مردم را به آرامش فرا خواند و گفت: ما در همین جا و با شما هستیم. دکتر عبدالله نیز با نشر ویدیوی دیگر از فرار اشرف غنی خبر داد و بعد از
و بعد در میان مردم در یکی از جاده های کابل ظاهر شد. منابعی که بعد دوچویلا با آنها صحبت کرده و از محدودیت های طالبان بر این دو چهره سیاسی سخن گفتند. خانه های این شخصیت های سیاسی توسط افراد طالبان نظارت می شود. این منبع افزود که قرار بوده دکتر عبدالله در دو نشست در ایران و روسیه شرکت کند، ولی طالبان اجازه ندادند تا این چهره سیاسی از افغانستان خارج شود. با گفته او دکتر عبدالله رسما به این دو نشست دعوت شده بود، ولی طالبان نه با استفاده از زور بلکه به نحوی به دکتر عبدالله فهماندند که اجازه بیرون شدن از افغانستان را ندارد. این منبع نزدیک به دکتر عبدالله همچنین گفت وضعیت اقتصادی او نیز خوب نیست. دکتر عبدالله در واقع زیر نظارت است. یک کارمند دیگر ریاست مصالحه ملی سابق گفت که دکتر عبدالله قصد داشت برای دیدار با خانواده‌اش به هند برود، ولی برایش اجازه بیرون شدن از افغانستان داده نشد. یک تن دیگر از نزدیکان دکتر عبدالله گفت که او میدانست که با چنین محدودیت‌های مواجه می‌شود، ولی با آن هم ماندن در افغانستان را ترجیح داد. او افزود که دید و بازدید دکتر عبدالله با مقام‌های کشورهای دیگر ادامه دارد و در این راستا محدودیت وجود ندارد. نزدیکان حامد کرزی و عبدالله با توجه به شرایط کنونی حاضر نشدند به صورت رسمی با دوچویلا مصاحبه کنند. همچنین سخنگویان طالبان نیز با وجود تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. این در حالی است که طالبان به تکرار گفتند که مقام‌های پیشین مورد عفو قرار گرفته و می‌توانند به خانه و وطن خود برگردند. با توجه به این شرایط به نظر نمی‌رسد این شخصیت‌ها به افغانستان برگردند. ضیا آریان نژاد نماینده پارلمان پیشین افغانستان به دوچویلا گفت که حامد کرزی و دکتر عبدالله با گذشت هر روز با محدودیت های بیشتر روبرو می شوند. این نماینده پیشین گفت بسیاری سیاستمدارانی که در داخل افغانستان گیر مانده اند پنهانی زندگی می کنند و در بسیاری مواقع تلفن هایشان نیز خاموش است. او افزود که عفو عمومی طالبان در واقع دامی برای این افراد افغانستان است. علاوه بر این برخی چهره‌هایی که در سطح میانی در بخش سیاسی فعال بودند نیز از محدودیت شکایت دارند. یک تن از نمایندگان پیشین پارلمان گفت که پس از تسلط طالبان حساب بانکیش مسدود شده و بعد دارایی‌هایش دسترسی ندارد. او گفت که تمام سیاستمداران شناخته شده در داخل افغانستان با همین سرنوشت مواجهند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.